سلام بر شک که مقدمه یقین است، سلام بر این درنگ در قلب روزگار پرهیاهو، سلام بر محرم، محرم که درنگ می طلبد و درایت. مهلا همسفر این درنگ است برای هر آن کس که آتش حقیقت دارد. زیر خیمه امام حسین خوبیش اینه که عناوین و همه این چیزا کنار میره و انسان ها خیلی راحت تر میتونن با هم گفتگو بکنن. مهمان عزیز و شریف امشبمون مهندس زرقامی هستن. سلام عرض میکنم. سلام آقا محمد، خیلی خوش اومدین. ممنون که دعوت ما رو قبول کردین. ممنون، زنده باشید. سپاسگزارم از اینکه لایق دونستید بنده رو دعوت کردید به این برنامه خوبتون. اوضاع احوال خوبه. یه خورده راجع به امام حسین حرف بزنیم دیگه. شبا شبای امام حسین گوش میدیم و یاد میگیریم. یه خورده راجع به امام حسین درس بس میدم به شما. اولا از خودت ممنونم که با هنرمندی و با سلیقه جلسه های امام حسین رو اداره کردی تو این سال. باشیم، سلامت باشیم. من خودم شخصا از سمپاتای شما بزرگی. غیر از سلام علیک فدای شما. از سمپاتای شما سلامت باشیم. صدای خوبتون، محتوای خوبتون محبت. از همه مهمتر مخاطبای خوبت سلامت. شما با مخاطبایی ارتباط دارید که کمتر جایی میتونن برن مخاطب کسی دیگه بشن و این خیلی ارزش داره. من ازت ممنونم. زنده باش. ببین صاف بریم سراغ اصل موضوع. امروز یه مسئله جدی کشور امر به معروف و نهی از منکره. به جای اینکه این عنوان جامعه رو متحد کنه، منسجم کنه، جلو ببره، متاسفانه به دلیل بعضی رفتارها نتیجه عکس داشته. من شخصا آدم ایدئولوژیکم، اونایی که منو میشناسن کلا آدم ایدئولوژیکم و افتخارم اینه که هر چی هم بلدم از شهید مطهری بلدم. خدا رحمت کنه همسر بزرگوار ایشون رو که هر سال اصرار داشت که من برم در مجالس رسمی اینها صحبت کنم، از مطهری بگم. بارها هم به من گفت این تعابیری که شما راجبه همسر من میگید من جای دیگه نشنیدم، من میام که حرفای جدید از شما بشنوم. خب خانم بزرگواری بود، سال اولی هم از فوت ایشون میگذره یه یادی بکنیم از همسر بزرگوار شهید مطهری. اساس قیام امام حسین امر به معروف و نهی از منکره. یعنی شهید مطهری میگه اگر تفاوتی هست بین این واقعیت و اون چیزی که نویسنده کتاب شهید جاوید گفت، یه زمان شاید به سن شما اقتضا نمیکنه. کتاب شهید جاوید شد یه مسئله ای برای کشور قبل انقلاب. نویسنده کتاب شهید جاوید کلن معتقد بود که قیام امام حسین برای گرفتن حکومت بود، البته با همه توضیحات مثبت. و ملاک اصلی هم نامه هایی بود که امام حسین نوشتن برای امام، نامه هایی که من میگم امضاهای نجومی داشت برای اینکه شما بیا و حکومت رو دست بگیر، ما با توییم. اون وقت اونجاهایی که تو مسیر در واقع امام حسین میدونه داره کجا میره و به شهادت میرسه، اونا رو مجبور بود مؤلف کتاب منکر بشه. لذا بعضی علما حتی مراجع وقت انتقاداتی که کردن گفتن شما داری علم امام رو منکر میشه. آقای مطهری زیاد رو این وانه میسته، این رو میگه در صحبتاش، ولی آقای مطهری معتقده کل حرکت امر به معروف و نهی از منکر بود، حرکت امام، و به مرتبه رسید که به تعبیر من جز زیر میز زدن برای بساط یزید هیچ راه دیگه ای نمونده بود. آخه بعضی موقع دیگه راه ها بسته میشه. لذا امام در طول مسیر که میاد میدونه شهید میشه. شهید مطهری در
کتاب عنصر امر معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی و در تحریفات عاشورا که من به بچه‌هایی که مخاطبتن پیشنهاد میکنم حتما این دوتا کتاب رو بخونن. برای امروز لازم اینا رو بدونن و بفهمن. اینا رو شهید مطهری میگه، میره برای شهادت، میره برای امر به معروف و نهی از منکر. آقای پویانفر، اون چیزی که ما امروز داریم نشون میدیم متاسفانه بخش زیادی از صاحبان تیریبون، بعضی از رفتارها اونی نیست که امام حسین میگه. اشکال اینه و متاسفانه اونقدر مرحله نازلی از امر به معروف و نهی از منکر که اساس قیام امام حسینه و همه این سر و صداها و فریادها و آیین‌ها برای برپاداری این اصله فراموش میشه. اون وقتی یه جوون وقتی امروز بهش میگه امام حسین برای امر به معروف قیام کرد، یه تصویری از امر به معروف داره، به دلش نمیچسبه، به دلش نمیچسبه. ما باید اینو اصلاح کنیم. بزرگان ما، صاحبان اندیشه ما، بزرگترین امر به معروف و نهی از منکر برخورد با اصحاب قدرت و ثروته. متاسفانه اصحاب قدرت و ثروت چون تقاطع هم با هم پیدا میکنن، به تعبیر رهبری معظم تبدیل به یک اژدهای هفسری میشن، به این راحتی نمیشه باشون مقابله کرد. اونا راحت تیریبون هم دارن و قدرت دارن، میکشونن توی مسائلی که در درجه کمتری از اهمیته. این یه بحث ماست راجع به امام حسین. البته امام چون راجع به شهادت هم صحبت میکنه، من یه جمله بگم. بعضی ها اون موقع به این دلیل کتاب شهید جاوید رو بیشتر استدلالش رو قبول کردن، چون میگفتن که طبق آیه قرآن کسی نمیتونه عمدن خودشو به مرگ بندازه، یعنی بدون انتهای این راه مرگه، عمدن بره خودشو به کشتن بده. حضرت امیر یه جمله بسیار زیبایی داره، صریح مرگ و زندگی رو تعریف میکنه. این پاسخ کتاب شهید جاویده. فَإِنَّ الْحَيَاتِ، یعنی حیات رو داره توضیح میده چیه. فَإِنَّ الْحَيَاتِ فِي مَوْتِكُمْ قاهرین، یعنی حیات واقعی در مرگیه که شما سرفراز و سربلندید. این خیلی تعبیر جالبیه. زندگی در مرگه. وَالْمَوْتُ فِي حَيَاتِكُمْ مَقْهُورِينَ، و مرگ اون حیاتیه به حسب ظاهر که شما نفس میکشی، راه میری، تولید مثل میکنید، ولی مقهوری، بدبختید، ذلیلید، سرفکندهید. خب با این حساب شهادت مرگیست که چون شما قاهرید این زندگیه. امام آمد که با این حرکت و با درسی که تو این مسیر میده جامعه رو هدایت کنه، دین واقعی رو نشون بده. لحظات آخر عمر پربرکتشون هم وقتی به خیمه ها حمله میشه، اون جمله معروفه که شما اینجا خیلی خوب این جمله رو آوردید، این جمله مانیفسته. باور کن امروز مشکل ما همین جمله است که آقا دین ندارید، الم تکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد. اشکال نداره، فکونو احرارن فی دنیا کن، بابا مرد باشید. عالم متحتک داریم، جاهل متنسک داریم. امام فرمود، امام خمینی فرمود که پیامبر میفرماید کمر منو این دو طایفه شکستن. من چند وقت پیش نوشتم که من جوان بودم نمیفهمیدم امام چی میگه. عالم متحتک و جاهل متنسک رو نمیفهمیدم، اصلا کلمش هم خوب نفهمیدم معنیشو، اما امروز خوب میفهمم. دور و برمون رو نگاه کنیم، خیلی هم خیلی بیشتر از خیلی عالم متحتک و جاهل. بعضی از اینا آقای پویانفر، به یکیشون گفتم عالمم نیست، حیف عالم که شما بگید عالمی ولی متحتکی.
ترکیبیه، اون اصلا جاهل متحتکه، هیبریدیه با قول مهندس. بعد وقتی بهشون میگین چی میگن؟ ما شخصیتای هیبریدی داریم، عالم هم نیست. اون اگر یه ذره سواد داشته باشه خیلی فرق میکنه حرف زدنش. بعضی موقع به اینا میگم آقا شما که فهمیدی، چرا تیریبون دستشونه؟ شما که فهمیدی ما چی میگیم. خودم شما که الان فهمیدی، خب حالا اصلاح کن حرفتو دیگه. دین نداری؟ لباس روحانیت تنته، اقلا مرد باش. همون مردایی که تو کوچه پس کوچه های قبل انقلاب هزار تا کار خلاف میکردن، اما نزدیک امام حسین که میرسید تعطیل میکردن، یه مرامی داشتن. فرهنگ ناملموس ما چند هزار ساله، خیلی کارای خوب داشتیم ما. انقلاب که شد، من خودم جوان اول انقلاب با همه اعتقاداتی که امروز دارم، بعضی از اینا رو کمرنگ کردیم، گفتیم چیزای خیلی خوب میاریم جاش و داشتیم واقعا در تفکر دینیمون، متا آدمایی پیدا نشدن که اینا رو درست ترجمه کنن. امام فرمایشات مهم زد، رهبری انقلاب فرمود، درست ترجمه نکردن که، چه غلط هم ترجمه کردن. بله، اصلا دنبال ترجمه نیستن، اونا دنبال کار خودشونن. همین فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب، دوباره ایشون راجع به لسان قوم مفصل صحبت کردن، چند روز پیش هم صحبت کردن، دو ماه پیش هم من گفتم لسان قوم خیلی فحش خوردن. کی میخوایم ما انظر ماقال رو عنایت کنیم، انظر منقال رو بذاریم کنار؟ حالا اگه رهبری نمی فرمودن، حرف زرقامی غلط بود. من مطلعم که حضرت آقا ناراحت از این اتفاق، یعنی اگر پاش می افته نزدیکان آقا به من منتقل میکنن که حتما نگاه آقا اینا، من یه مطلبی گفتم، خب برید اینو تبیین کنید دیگه، با مثال‌های مختلف، با زبون‌های مختلف، برای جوونا، برای نوجوونا برید تبیین کنید. آقا شما میایید با لسان قوم با جوونا ترجمه میکنید، فحش میخورید. اصلا این چیز شوخی که امروز هست اینه که شما به مر فرمایش رهبری عمل میکنید. من یه بار گفتم آقا بلد نیستی حرف بزنید، مترجم بگیرید. راحت دیگه، مترجم بگیرید. مترجم هم نمیگیرید، اونی که بلده داره به همون زبون حرف میزنه، مزاحمش نشید، تکفیرش نکنید. چی کار کنیم با این آقای مهندس؟ این جوریه، باید باشون چی کار کنیم؟ باید با رفتار امام حسین، مقاومت، نترسیدن، دنبال رزومه نرفتن. میدونی خیلی هم به من میگن آقا حرفات همه درسته، میگم بگو. میگه شما بگو. هزینه پرداخت نمیکنن؟ نمیکنن. ببین دنبال رزومه ایم. منافع زیاد شده. آره، دنبال رزومه ایم. یعنی اگر که به من دو سه بار ندا میدن که آقا شما این صبحانه هایی که میخورید، یکیش هم توفیق داشتم با شما بود، میایم حالا دید و بازدید پس میدیم، میگن تو با آقای ایکس، چون گفتن به هم ایکس و ایگرگ حرف زدی. و آقای پویانفر، من هفته قبل رفتم یزد، شما میایید تو مسیر اردکان، یه پرستشگاهی دارن به نام چک چک، یه منطقه معنویشونه، خیلی هم پاک و سالم نگه داشتن، حجاب، عفاف، در بالاترین سطحش تو همین معبد چک چک 150 تا پله باید برید بالا. میرید اونجا یه قطرات آبی میاد، همین چک چکه که یزدی ها میگن چک چک. 2000 سال این قطرات میاد، برای اینا معنویت داره. اونجا موبدشون میاد توضیح میده، لباس، حجاب، اوستارم باز کردن برای من، خوندن یه خانومی، بفرمایید که اعتکاف دارن، 3 روز در سال میان اونجا بیتوته میکنن، دعا میخونن، یه تابلوی آهنی اونجا زده از قدیم که نوشته حجاب باید کامل رعایت شه، هر گونه بی‌حجابی ممنوعه. به من گفتن ببینی خیلی کهنه و رنگ رو رفته است، این 20 ساله، فکر نکنید جدید،
تو این دوران جدید ما زدیم که بگیم حجاب مثلا واجبه. اعتقاد دارم خیلی خوب، خیلی خوب بودن. حجاب نیاکان ما دیگه. دین و ایمونشون چجوری بود؟ اونی که به ظاهر نظافت، پاکی، دعا، اخلاق، اونی که به آیینشون مربوط میشه، من تو صفم نوشتم. حالا من اومدم تو فرودگاه، یه روحانی اومد گفت شما رفتی، من اومدم دست بدم باش، دست نداد. گفت من استاد درجه یک حوزه علمیه تهرانم و شما به عنوان وزیر بسیار کار اشتباهی کردید، رفتید تو محل زرتشتی ها، شما شأن وزیر رو آوردید پایین. من تا اومدم بهش توضیح بدم، خب حتی دست نداد که مثلا. بعد به من گفت من این کاری که، چون بعد تو پارکینگ تهران دوباره باش صحبت کردم، اونجا چند تا جوان بودن چنون با این برخورد کردن، این رفت اصلا وانستاد من جوابشو بدم. اگه یه روب دیگه وامیستاد خیلی بد میشد. آخه بابا روحانی باید حرمت خودشو حفظ کنه. بعد من توی تهران تو پارکینگ بهشون میگم که آجا آقا هیچ اشکال نداره ها، اینجا یه منطقه گردشگریه، منم وزیر گردشگریه. رفتم از نزدیک دیدم خیلی هم پاک بودن، خیلی. بعدم این طرز امر به معروف شماست به من جلو این جمع. گفت شما نمیدونیم من خودم، چون دو سه بار گفت من استاد حوزه‌ام. گفتم ببخشید استادم زیاد نگید شما، امام میگه من طلبه‌ای بیش نیستم. اینقدر میگید استادم، آدم به خودش که نمیگه استاد. میگفت نه اینو خواستم بگم شما بفهمید من استاد این بحثای چیزم. حدیث داریم، یه حدیثی چیزی اشاره کرد و بعد گفتش که اتفاقا با کسی که علنا یک حالا مثلا فسقی انجام میده یه فلان، حکم اینه که شما هم در علن محکم جلوش واستید با غیظ مثلا برخورد کنه. گفتم دست شما درد نکن اینه. گفتم شما میدونید این اثر نداره، شما کتابای آقای مطهری رو خوندید فلان. گفت من به شما میگم اثر داره. آقا تو ما صدا، خداحافظ. تخصصم ارتباطات دیگه، سالها گل لگد نکردیم تو صدا و سیما، کار رسانه کردیم. شما امر به معروف و نهی از منکر از جنس ارتباطاته، یعنی جنس رابطه اجتماعیه. ارتباط موفق باید دریافت بشه و موجب تغییر رفتار شه. من بعضی موقع برای روحانیون صحبت میکنم اینو میگم، میگم خدا وکیلی بعضی موقع شما اینجوری حرف میزنید طرفتون اصلا میگیره، اصلا میفهمه چی میگید. اگرم فهمید آیا موجب تغییر رفتارش میشه؟ خودتون قضاوت اصلا کنید. ما بلدیم با نسل جدید حرف بزنیم؟ اون اصلا ارتباطش قطعه. ببینید نسل جدید فکر کنه پنبه گذاشتن تو گوششون دیگه، اصلا نگات نمیکنه. یکی از مشکلات ما که من فکر کنم دوستان رسانه ایمون، خیلی از دوستان رسانه، من که میگم رسانه همه میبرن رو صدا و سیما، من کلن دارم میگم دوستانی که رسانه های رسمی رو مدیریت میکنن در کشور، ارتباط این رسانه ها با نسل جدید، با بخش زیادیشون، البته نمیگم همشون، قطع شده. من یه بار گفتم تو همین اغتشاشات اخیر، از جمله من 7-8 تا توییت زدم که بعداً بسیاری از اینا رو رهبری با صراحت بیشتر از من، با صراحت بیشتر از من رهبری فرمودن. دوستانی که رفتن با اینا گفتگو کردن، اول یه مقام عالی رتبه اطلاعات اومد با من صحبت کرد، اینو من یادداشت دادم. اخیراً هم یه مقام بالای سیاسی به حسب مسئولیتش رفته بود با چند صد نفر اینا صحبت کرده بود. اون اولی تا 90% تو ذهن منه، این دومی تا 70%. به من میگه فلانی اصلاً ما نمیفهمیم اینا چی میگن. یعنی با این جوانای بازداشتی قبل از آزادیشون، البته و ما آزاد کردیم، خیلی هم کار خوبی شد، واقعا رهبری محبت کردن، خیلی کار درستی. اینا میگفتن ما که نمیفهمیم اینا چی میگن، اینا هم نمیفهمن ما چی میگیم. خب چه اتفاقی میفته که این خطر کجاست؟ این خطر اونجاییه که اگر من حسین پویانفر اونجا که داره نوحه میخونه، از امام حسین میخونه، با لسان اینا حرف میزنه، 4 نفر نیان بگن آقا تا
تو اونجوری حرف بزن که من میگم. یه شاغول میگیرن دستشون، یه تراز میگیرن. من رشتم عمرانه دیگه، به خدا شاغول خیلی خوبه، به خدا تراز خیلی خوبه، ولی تو مهندسی و گچ و خاک و آجر چینی، نه تو کار فرهنگی، نه تو مسائل اجتماعی. اصلا مسائل اجتماعی ذره بین سمه. نانوتکنولوژی که توی فیزیک، تو در واقع علم ساینس قوغا میکنه، وقتی شما میای تو مسائل اجتماعی ماکرو باید ببینی. حالا یه چیزی گو ببین، من بعضی موقع چیزی میگم طرف میاد گیر میده، به شوخی میگم ببین حالا من یه چیزی گفتم دیگه، میخوای بگم اون موقع که من اینو گفتم مخاطبم کی بود، شرایط چی بود. خیلی وقتا شما داری حرف میزنی، حرف داری میزنی متناسب با فضا، میچینی کنار هم. آید استاد اینا، استادن واقعا، PhD دارن که همه حرفا رو بگیرن. مثل همین حرفایی که الان با هم میزنیم، همشو که دسترسی پیدا نمیکنن مردم، میان یه تیکه کوچیکشو میگیرن. اینه که من آقای مطهری رو هر وقت راجبش حرف میزنم میگم آقای مطهری نقد مردانه میکرد، مرد بود تو نقد. نقد مردانه دو تا ویژگی داره. یکی وقتی میخوای کسی رو نقد کنی، بابا خدا وکیلی همه حرفاشو بزن. آقای مطهری وقتی میخواد یه تفکری رو نقد کنه، اونقدر این تفکر رو جامع و کامل میاره که خود معتقدان به اون تفکر سوادشون به اینا نمیرسه. خودشون میرن کتاب مطهری رو میخونن ببینن چی میگن. سوادشون اینقدر نیست، ولی شهید مطهری همه حرفای اونا رو میزنه. بعد که زد، حالا نقد مردانه میکنه. یعنی چنون با استدلال، نه با هوچی بازی. آقا ما نقد مؤلف میکنیم، نه نقد اثر. یکی از گرفتاری های ما اینه. یادت باشه متفاوت حرف زدن شجاعت میخواد. آقا راجب تحول حرفای خیلی خوبی دارن. آقا میفرمایند تحول حتمی است. تحول تو جوامع اتفاق میفته. شما باید خودتون تحول رو مدیریت کنید، جلوش نمیتونید واسید. این تعابیر رهبری ها، رهبری بهترین صحبت ها رو راجع به تحول کردن. آقا شما میخوایی حرفای رهبری رو حالا بگید، مشکل پیدا میکنید. خب حالا که شما باید تحول رو بپذیرید، بخواید در واقع مدیریتش کنید، بگید حالا با این چیکار کنیم، اون وقت خط‌کشی ها شروع میشه. ببین یکی هم بذار من آسیب شناسی کنم خودم رو. اصولا تو جلسات وقتی بحث میشه راجع به یه موضوعی، آدما دوچار خودسانسوری هستن به طور طبیعی، چون بعد میرن میگن آقا فلانی اینو گفت، اونم اینو گفت، بعد اون طرف میخواد یه پست بالاتر بگیره. اصلا به همین راحتی ها اصلا پیچیده نیست. ما تو مختار یه سکانسی داریم خیلی قشنگه. مختار خیلی پرمحتواست. چند وقت میشه که گیر داده بود سر یه قصه موسیقی و تکخانی زن و اینا. گفتم بالا ما که تکخانی زن، من الان بحثم نیست، من بحثای آقا راجب موسیقی رو دارم، کتابش جزوش هم در آوردم، تکثیر کردم. اما شما نگاه کنید، ما توی تیتراژ مختار تکخانی خانم داریم. ببین خلاف شرع نیست. یکی از بهترین کارهای هنری تو مختار تیتراژ مختاره و لالایی خوندن این خانم که تو بوشهر برای خودش یکی از اون فرهنگای ناملموس ما که ثبته، همین جور لالایی خوندن، اسمش هم یادم رفت. درست شد. تو مختار یه سکانس داره، مختار میخواد محمد حنفیه رو که عبدالله ابن زبیر اونو در حس گذاشته کنار کعبه که به این وسیله مختار رو مثلا دستگیر کنه، مختار میخواد اونو نجات بده. میفرسته دنبال یکی از سرداراش که شجاع بوده، وقتی کوفه رو میخواستن بگیرن اون خیلی کمک کرد. میگه راستی فلانی نیست، این کار رو اون میتونه بکنه، من نمیبینمش. میرم پیداش میکنم میاد. این دیالوگ خیلی جالبه.
این که میاد همدیگر رو بغل میکنه، حالا میخواد مختار بشه یه مأموریت فوق محرمانه و سخت بده که بره در دل دشمن محمد حنفیه رو برداره بیاره بیرون، کارم میکنه، تو این مأموریت موفق میشه. بهش میگه کجایی؟ نمیبینمت. میگه من همیشه هستم، هر وقت شما میای مسجد میری بالا منبر خطبه میخونی من همونجا زیر منبرم. میگه بابا من تو رو نمیبینم. میگه من پشت ستون نشستم، پشت ستون نشستم، تو منو نبینی. میگه چرا من تو رو نبینم؟ میگه من به خاطر این پشت ستون نشستم که فکر نکنی اگر من اومدم زیر منبرت، اومدم اون جلو خودم رو نشون بدم که تو بگی اه اینم یه پستی هم، این مثلی که هنو پست نگه، عمدن میرم اون پشت که تو منو نبینی، من همه حرفاتو میتونم، همه فلان میکنم، هر ماموریتی هم بدیم. آقای پویانفر، خدا وکیلی الان در بخش عظیمی از نظام مدیریتی ما اینجوریه؟ یا هممون دنبال زرقامی رو میگم، یا هممون دنبال رزومه سازی هستیم؟ ویترین. وقتی دنبال رزومه سازی بودیم چشمامون رو میبندیم، این همونیه که امام حسین زد زیر میز. امام حسین میخواست سازش کنه که همه چی براش فراهم بود. یه جاهایی یه عده باید جلو آینه که میرن، من بعضی موقع بعضی دوستانم میگم از خودشون خجالت نکشن. میخوای حرف حق بزنی هی چتکه میندازی که آقا الان منو استیضاح میکنن، الان سوال میکنن، الان منو عزل میکنن. هر چند وقت یه بار آقای رئیسی من زنگ میزنه میگه آقای زرقامی، ایشون تو تفکرات خیلی آدم روشنی، آقای رئیسی انسان شریفی، آقای میگه که آقای زرقامی امروز اون زنگ زد، دیروز اون زنگ زد، منم که میدونم جوابش چیه. من خودم گفتم بابا آقای زرقامی امر و نهی از منکر رو قبول داره، بابا این سخنرانی داره، مطلب داره، فلان داره، مگه میشه آقای زرقامی این ضروریه؟ وقتی یه نفر یه جای مهمی گفته بود آقای زرقامی ضروری دین منکر شده، حالا من یه اطلاعی هم دادم گفتم که اینم مقالات من، اینم حرفای من. آقا مسئولی که از آقای رئیسی داریم، امیدواریم که مقابل این آقای رئیسی نگاهش تو این چیزا خوبه. خیلی از شما سوال داریم، خیلی زیاد. یاد کنیم از خانم سهیلا خواجه، خوننده لالایی. آفره، دو تا خانم سهیلا خواجه هم میخونه، خانم صدیقه ساز. دنیا رفتن توی اون از دنیا رفته؟ نمیدونم، ولی اونی که باسه ماخون هستش. خدا رحمتشون کنه. بریم و برگردیم. خدا رحمتشون. کلی سوال داریم از جناب زرقامی. من یه خورده راحت تر این تکلفات رو بذارم کنار و سوال بکنم. من به عنوان یه تماشاچی، به عنوان کسی که حضور دارم تو جامعه، ما در امور اقتصادی تحریمیم و سختیاشو داریم میبینیم، اما به نظر من در فرهنگ ما دچار یک خودتحریمی هستیم. ببینید، ما داریم اثرهای خیلی خیلی زیبا میبینیم تو پلتفورما، مثلا زخم کاری میبینیم، پوست شیر میبینیم، خاتون میبینیم، جیران میبینیم، همین رهایم کن میبینیم، شاید یه جایش هم یه سری خط قرمزار رد میکنن. چی میشه که نمیتونیم از اینا استفاده بکنیم؟ باید چی کار کنیم؟ کجا را اشتباه رفتیم؟ چون شما یه هشتک خیلی خوب دارید که بقیه مسئولان ندارن، مینویسید اشتباه من. کجا را اشتباه رفتیم آقای مهندس؟ من این سریال هایی که اسپوردید شما همه رو دیدم. چقدر خوب. بعضی هاشون هم یادداشت زدم، حتی رهایم کن که اشکالات متعدد داره، برجستگیش رو دیدم و اعلام کردم. با استاندارد رسمی صدا و سیما اینا نمیخونه. من میخوام دفاع کنم از مدیران صدا و سیما. من یه اعتقادی دارم، حالا به زبان مهندسی بگم، تولرانس رسانه ملی
بسته تر از همه رسانه هاست به دلایل مختلف. فقط هم بحثای دینی نیست، یعنی شما بحثای قومیتی، مثلا لهجه ها، یه دفعه یه لهجه ای رو مثلا تو طنز شما میگید، من میخوام به بیننده های شما توضیح بدم، ما میخوایم یه چیزی رو متوجه بشن، یه چیزی یاد بگیرن. تو صدا و سیما اگر پخش بشه ممکنه زمینه یک در واقع مسائل امنیتی جدی اجتماعی برای کشور فراهم شه، ولی وقتی تو سینما میاد حساسیت ها کاهش پیدا میکنه، میگن آقا یه فیلم پخش شده همه هم میخندن، احساس مثلا چیزم نمیکنن که خدای نکره اهانت شده. من معتقدم تولرانس، اینو چون من همه جا گفتم عرض میکنم، تولرانس سینما باید بازتر از تولرانس صدا و سیما باشه و تولرانس فضای مجازی هم به مراتب بازتر از تولرانس سینما باشه و به طریقه اولا صدا و سیما. چرا؟ چون کسی که دائم داره با گوشیش بازی میکنه اون همه چی در اختیارش هست. ببینید حتی این پلتفرم‌های داخلی، من عضو فضای مجازی هم، زیاد گزارش میاد، یعنی شما روبیکایید، شما تو مجموعه های نظامید، اما همونجا هم میتونه بسیاری از تصاویر و فیلم ها رد و بدل بشه که اصلا با چارچوب صدا و سیما و سینما اینا نمیخونه. خب فضای مجازی میاد. پس یه مقدار زیادیشو من میخوام با اجازه شما توجیه کنم که صدا و سیما چاره ای نداره، اما یه بحثم با اون مخاطبان سختگیر صدا و سیماست، چون اونا خیلی تأثیر میذارن رو نحوه مدیریت. این فعلا یه کلیتی شما تو ذهنتون باشه. واقعا شهاب وقتی که سریال شهید بابایی رو کار کرد، شوق پرواز، تو مراسمی که من تجلیل میکردم، باور کن آقای پویانفر، من فکر میکردم که حالا من یه جمله باید بگم، چه جمله‌ای مثلا برای شهید بابایی میتونه خوب باشه، این شهاب یه دقیقه حرف زد، حالا تو صفحه من هست، یه دقیقه حرف زد، من بهش گفتم من هر چی اگه فکر میکردم راجب شهید بابایی یه جمله بگم، بهتر از جمله تو نمیتونستم درارم. چقدر با اعتقاد، تواضع و هنرمندی دو جمله گفت که شهید بابایی کیه و نسبت خودش با شهید بابایی چیه. خب شهاب بشنیم بچه یه تفکری که در فیلمنامه کردم و قواسی که در دریای پرمعنای زندگی این بزرگوار داشتم، به مرواریدهای درخشانی برخوردم که حیف اومد چند تایی از اونها رو برای خودم بر ندارم. خب از داشتن این مرواریدهای درخشان خیلی خوشحالم و چیزی به من اضافه شده و منم میخوام تشکر کوچکی داشته باشم از یادگاران اون بزرگوار و دلم میخواد که جایزه خودم رو تقدیم خانواده محترمی شهید بزرگوار عباس بابایی بکنم و دعوت بکنم از همسر محترمشون سرکار خانم حکمت به روی صحنه تشریف بیارن و این ناقابل رو از من بپذیرن. شبکه خانگی چون یه مقدار دستش بازتره تونه سریالای خیلی خوب بسازه. من واقعا از کارهای بسیار خوبی که شده، مثلا خاتون رو من یادداشت زدم، خاتون خیلی کار خوبی بود.
و همچنین بعضی سریال های دیگه. سریال بدم توش بوده. من خودم وقتی اومدم صدا و سیما بسیاری از فیلم هایی که ممنوع شده بود، چون میدونی که من در آرشیو باز کردم دیگه، یعنی پدیده دوره من 6 ماه اول این بود که هر تصویری ممنوع پخش بود به قول معروف، حالا پخش هم کلمه فارسیه به ممنوع نمیچسبه، مثل ممنوع کار، ولی کلمه قشنگی میشه، هر چی که ممنوع بود من آزاد اعلام کردم. یعنی از دفاعیات خسرو گل سرخی که فقط یه بار پخش، چون صاف وامیسته میگه من مارکسیست لنینیستم، میگفتن این که نمیشه که، هنوزم من گفتم همین جمله شو در تیزرش بسازید. البته بذار من یه خاطره بگم، خیلی ها به من گفتن این خسرو گل سرخی رو نذار، انقلاب میشه دوباره، دوباره همه میگن آقا بریم صدا و سیما دست کیا افتاده. من با آقای رحیم پور ازغدی صحبت کردم، گفتم آقای رحیم پور، این آقای شهید خسرو گل سرخی شهید، این داره یه دفاعیاتشه، این داره از حضرت علی میگه، این داره از امام حسین میگه، اصلا همش ایناست بابا. اینا مارکسیست بودنشون باسمهیه، چون فکر نمیکردن دین، فکر نمیکردن دین اینقدر ظرفیت مبارزه داشته باشه، اشتباه کردن، جوون بودن. حالا که اومده تو دادگاه، جز این که بگه الگوی من امام حسینه، جز این که بگه الگوی من حضرت علیه، اصلا چیزی نداره. با آقای رحیم پور گفتم حاضری یه 5 دقیقه این حرفایی که من میزنم بیای بگی دوتاتون رو با هم پخش کنی؟ گفت آره قبول دارم. آقای رحیم پور از قدیم اومد 5 دقیقه حرف زد، همینا رو گفت. اون شبی که من میخواستم ریسک کنم اینو پخش کنم، دوتا رو ما هم پخش کردم، یادم نیست اول رحیم پور رو پخش کردم یا اول اونو پخش کردم. ولی وقتی آقای رحیم پور گفتش که بابا این داره این چرا اینا مارکسیسم، یادت باشه یه کتاب خوبی آقای مطهری داره، من همه جا میگم علل گرایش به مادیگری، اصلا چی میشه که جوون ما میره کمونیست میشه؟ همه رفتن کمونیست رو کوبیدن. آقای مطهری رفت چون حکیم بود دیگه. ببین آقا، حکمت گم شده امروز ماست، یادتون باشه حدیث مشهوری از پیامبری که میفرماید مدارا اساس حکمته. یعنی ما حکمت رو وقتی میپذیریم مدارا باید اصلا مدارا جزو حکمته، اصلا جزو حکمرانیه. آقای پویانفر، ما به جای اینکه برای اداره مردم دین حد اقلی قائل بشیم، من از این کلمه چون روشنفکری خوشم نمیاد ولی کلمه دیگه پیدا نمیکنم، به جای اینکه وقتی میخوایم مردم اداره کنیم دین حد اقلی داشته باشیم، برای خودمون خیلی جانماز آب میخوایم بکشیم دین حد اکثری بذاریم، عکسش شده، خودمون به 1000 توجیه دین حد اقلی داریم. من خودم مسئول رو دارم میگم، برای مردم دین حد اکثری قائلیم. بابا رعایت از اضعف معمومین، ما زیر منبر همین آخوندا یاد گرفتیم دیگه، از اضعف معمومین یعنی چی؟ یعنی نگاه کنی اونی که پیر کمرش راست نمیشه، امام باید مثل اون بلند شه که اونم همراه بشه، اونم همراه بشه. حالا عکسشه، یعنی زرقامی تو خونه میگه حالا بذار من فلان آهنگم گوش میکنم، مهم اینه که من مشکلی ندارم، منحرف نمیشم، فلان سریالم نگاه میکنم، اینترنتم نگاه میکنم، 4 تا تصویر بدم داره. اما به مردم که میرسیم، به مردم که میرسیم دین حد اکثری. من دارم فعلا این پلان رو نشون میدم، دارم میگم چه اتفاقی افتاده، نمیگم اونا رو هم همه رو بریم تو رسانه های عمومیمون نشون بده، از توش اونایی که نشستن الان پای برنامه شما قلم کاغذ دستشونه ببینن کجاها رو میشه گیر داد، حلالتون باشه، من دارم توی بسته حرف میزنم، اون بسته منو توجه کنید. خب حالا من در مورد شبکه خانگی میگم، شما تو شبکه خانگی دستت بازه، صدا و سیما دستش باز نیست، این در دفاع از مدیران صدا و سیما. اما در مورد مردم، اونایی که سختگیری میکنن چون به همین شبکه خانگی هم خیلی انتقاد میکنن، یه جایی هم انتقاد بهش وارده، ولی من میگم که وقتی شما رهایم کن که بیشترین اشکال رو از نظر من داره نگاه میکنین، بیشترین خط قرمزها رو در واقع شکسته، یه مردیه
آقای تنابنده تمام زندگیش این بچه است. بله. ما تا حالا، من خودم تو صدا و سیما بودم، من تا حالا یه سریالی به این قوت راجب این جامعه سندروم دان من نساختم. چقدر اون قبسرم خوب بازی میکنه. آره، هم پسره خوب با کار کرده کارگردان، هم خود تنابنده نقش و واقعا روح داده به نقش. یه نکته خوب دیگه هم این فیلم بود که وقتی میخواست بره انتقام بگیره، اون کسی که همش میگفت باید دوری از خشونت داشت و با عشق کارا رو جلو بری، تقریبا به این مضمون وقتی میخواد با اون دیگه یه چک کنه بره انتقام بگیره، اون میگه اگر حالا به این مضمون عبارات این نیست، اون که تو ذهن من نشسته، اگر عشق مایه امیدواری تو زندگی که آدم امید داشته باشه زندگی کنه، وقتی عشق میره کنار، وقتی عشق میره کنار کینه جاشو میگیره، اون کینه باید باشه تا تو زنده بمونی. یعنی این کینه است که تو رو زنده نگر میداره. آقا ما خیلی باید مواظب باشیم. من اینو نوشتم تو سهم تو مطالبم. کینه زیاد نکنیم آقای پویانفر، حواسمون نیست، میتونیم جمع کنیم، بایدم بکنیم، دم این بچه هایی که شهید میشن میان کف خیابون جمع میکنن، من خودم جز اون بچه ها یه عمر بودم. حواسمون باشه شرایط فرق کرده کینه اضافه نشه. اینو بعضی ها حواسشون نیست، کینه وقتی اضافه شد جمع شد به قول مهندس ها میرسه به یه مرحله‌ای که ما تو مهندسی بهش میگیم کمانش. کمانش مثل یک خطکش پلاستیکی، دو طرف رو فشار میدی فشار میدی، هیچی معلوم نیست، این انرژی اضافه میشه اضافه میشه، یه دفعه از وسط پانچ میکنه به قوله، یه دفعه میبره. آقا تو مسائل اجتماعی هم همینه، حواسمون باشه اونجاهایی که میتونیم تو حرف زدنمون، حداقل ما جمع کردیم کف خیابون، امنیت مهمه، من اعتقاد دارم. من رابطم با خانم هنگام قاضیانی رابطه خیلی خوبیه. وقتی ایشون رو دستگیر کردن آزاد شد، بهش زنگ زدم گفتم چرا تو رو گرفتن، این ویدئو چیه، تو اصلا اینجوری نیستی، بیا به من بگو. اومد یه روز بعد از ظهر آخر وقت، وقت اضافه‌مون، اومد که اون حرفا رو اینجا نمیزنم و نباید بزنم. اما اگر یه خطی بخوایم بگیم چه اتفاقی افتاد، ایشون به من میگه آقای زرقامی شما که من رو میشناسید، من با خیلی از دیگرانی که الان متهم به این چیزا متفاوتم، راست میگه، اصلا از جنس اونا نیست، حرفاش تو جشنواره فجر ماندگاره، حرفاش تو سمینار ما که اومد رفت، اصلا کارهای دفاع مقدس، آدم با سواد با مطالعه سالم، که کسیه برای خودش، احترام خاص برای شهدا. ایشون میگه یه اتفاقاتی افتاد تو اغتشاشات، خب ایشون هم تحت تاثیر قرار گرفت، خب من چند تا توییت زدم، یه توییت هم اشتباه، من برای اولین باره میگم، انشالله خودش راضیه، دارم در دفاع ازش این حرفا رو میزنم، انشالله راضیه، من دارم میگم. گفت یه توییت هم اشتباه بود. یه دفعه دیدم یه مقام قضایی مصاحبه کرد، گفت که این خانم رو به خاطر این توییت و یه خانم دیگری رو ما احضار میکنیم، فردا باید بیان دادگاه. به من گفت فلانی، اصلا من وقتی گفتن احضار، دادگاه، قوه قضاییه، اصلا حالم بد شد، من دیگه نفهمیدم چی کار میکنم. ایشون گفت من از خونه اومدم بیرون، رفتم تو میدون رو سرنیم، همون ویدئویی که دیدید، همون ویدئویی که منتشر شد، رو سرنیم رو برداشتم، موهامو بستم، یه ویدئو گذاشتم، گفتم من اصلا من بیهجابم. بعد میگو ویدئو رو که ضبط کردم رو سرنیم رو سرم کردم، مادم رفتم خونه، من اعتقاد دارم بابا به این چیه؟ بعد توضیح داد که لج منو در آوردن، فکر کردن مثلا من حرفای اونو میزنم، فکر کردن من میترسم ازشون،
فکر کردن فلان بهمان، رفتم اصلا گفتم منم. بعد اون وقت گفتن کلن از لحظه که اومدن تو خونه بازداشتت کردن، چون اینا سینمایی هن، فیلم نامه بلدن، من برام مهم بود چه اتفاقاتی میفته. از زمانی که درو زدن، کی اومد تو، چی گفت، کجا رو گشت، دیالوگات چی بود، چون آدم فهمیده باسوادیه، تا سوار ماشین شدی، جلو بودی یا عقب، کی کنارت بود، چی گفتن، تا رفتی تو زندان، کیا بودن که دوتا دختر بچه بودن، اول نشناختن بعد فهمیدن، اینا همش دوست داشتن سلفی بگیرن باش، خوشحال بودن اومدن زندان با هنگام قاضیانی عکس میگیرن، تا آزادش کردن، تعریف میکرد از بازجوهاش. آخر گفت آقای سرخوم اینا هم بچه های خیلی خوب، من اومدم بیرون دلم برای اینا تنگ شده، بچه خوبی بود. خب حالا ببین کینه کجا جمع میشه؟ حرفم اینه به همه دوستانمون، به همه همراهان، من خودم شخصیت امنیتی هم، شخصیت سیاسی هم، شخصیت اجتماعی هم، بابا سابقه ما یه دونه نه دی رو من یادم رفت برای امام حسین بگم که اون شبی که میخواستم این هلهله رو نشون بدم، واقعا وقتی فکر کردم دیدم لازمه من این کار رو بکنم، لازمه بگم این خطی که دشمنه بساط امام حسین رو داره آتیش میزنه. خیلی از این امنیتگاه مخالف بودن، گفتن حتما نشون ندید. من تشخیص دادم که باید نشون بدیم این حرکت میرسه الان به آتیش زدن دستگاه امام حسین، مردم یه مقدار هوشیار باشید. دو روز و سه روز بعد نهده شک گرفت، درست شد. بیرون داشتیم شربت میخوردیم، یکی هی راجع به پلوم گفت، گفتم آقا من واحد پلوم رو پاس کردم، چون همش این مراکز اقامتی ما رو پلوم میکنن، مغازه ما رو دائم من میگم پلوم. آقای وحیدی هم رفیق خیلی خوب ما، وزیر کشور کنار دست من هم از تو دولت، میگه آقای زرقومی هر دفعه تو به پلوم ایراد میگیری این بچه های شورای همین رعایت حجاب ما اینا گیر میدن. میگم بابا زرقومی هی میاد اعتراض میکنه، تیغ ما رو کند میکنه. گفتم بابا حرف من اینه، حالا یه پلوم میری در یه مغازه رو میبندی، مثل مغازه خودت، آسمون به زمین نمیرسه. اما اگر رفتی بفرمایید که هتل 5 ستاره رزرو خارجی بستی، مهمون خارجی ما رزرو کرده، پلوم به مغازه یه چیزه، پلوم به دهن یه چیز دیگه است. خدا رحمت کنه کشاورز رو توی این فیلم سینمایی مادر، اون پر دیالوگ دیگه، دیدی چند بار دیگه، خدا رحمت کنه مرحوم فریما فرجامی. بذار من یه صلوات براش بفرستم. اللهم صل علی محمد و علی حاتمی. اولین نشستی که من با خانه سینما داشتم وقتی معاون سینمایی شدم، ایشون تن نشسته بود، اجازه گرفت صحبت کنه. گفتم بفرما خانم فرجامی، شما بفرمایید. همه حرف می‌زدن، بالا نشسته بود، ما روسن خانه سینما کوچیکم از سالنش. گفت آقای زرقایی ما از شما هیچ نمی‌خوایم، فقط تکلیف ما رو روشن کنین، بگید قانون ما چیه. نه با ما قانون میگن، نه آیین‌نامه میگن، ما یه فیلم بازی می‌کنیم یا نصفشو حذف می‌کنن. ببین چقدر پاکی تو یه خانم بازیگری، میگه فقط تو به من بگو قانون چیه که وقتی فیلمو ساختیم نصفشو حذف نکنید، چون نمیشه سرمایه ها هدر بره بعد همه فیلم رو حذف کنی. فیلم مادر، البته آقای امین تاریخ هم مرحوم شد، ایشون هم خدا رحمت کنه، میرن دیگه، خود علی حاتمی، کشاورز، همه 20 سال دیگه فیلم ما رو میذارن، میگن آقا رفتن دیگه، رفتن همه. انشالله عشق امام حسین ما رو اونجا به دادمون برسه. من خودم میگم هیچ چی دیگه نداره. اونجا کشاورز تو این حرفای لاتی که میزنه، اونجا یه لات برای خودش دیگه، نمیدونم چی میشه، میگه دهمهن کلون مولون، یعنی ببند برو. این کلون مولونش اون بچه‌ای که کلون میدونه چیه، اون میفهمه که دهمهن. من رفتم توی این مشهد کروکودیل پرورش میدادن، حتما دیدی ویدیوشو، یه کروکودیل، بچه کروکودیل دادن به ما، 1 متر بود، دهنشو بستن دیگه، این دهنش بسته است. بعد چون جلو دوربینا، من گفتم اینی که میبینی من راحت گرفتمش، ها؟ نه ترسیدی؟ دهن بستش هم ترس داره، ولی من به خاطر حفظ حرمت اینکه آبروریزی یه جور دوربینا سف اینو گرفتم. رزومه بود برام، گفتم بذار بگیرم آبروم نره. بعد دهنش بسته بود، به دوربینا گفتم میدونی چرا من این انقدر راحت بغل کردم این کروکودیلو؟ چون دهنش بسته است.
این اگه دهنش باز شه دهن همه ما رو میبنده که اینجا داریم باش عکس میگیریم. بعدم گفتن تازه من بهداشتی گفتم. این دهن باز شه دهن همه رو میبنده. آقا پلوم نکنیم. نظریه آزاداندیشی نظریه ضد پلوم کردن دهنه. آقا بیایید فرمایش رهبری رو بیایید فرمایش رهبری رو عمل کنیم دیگه. ما باید پلوم کنیم. چون شما پلومو که برمی‌دارن بعد دهن خیلی ها رو میبندید. واسه این پلوم میکنن. ببخشید با کروکودیل مقایسه نکردم پویان فراخدا. من میرم یه خطرناک میشه شما رو که کاری ندارن. دیوار ما کوتاه. بریم برگردیم. بحثمون خیلی جذابه. با انسان‌های مختلف با طرز فکرهای مختلف شما میشستید و اون صبحونه‌های معروف خروجی هم داشت؟ اصلا چرا این کار رو انجام میدادید؟ اول اینکه عشقم میکشید. من بچه های کوچیک من وقتی میگفتم مثلا فاطمه چرا این کار کردی؟ میگفتش که عشقم کشید. میگفتم بابا بگو چرا این کار کردی؟ بعدها فهمیدم که عشقم کشید یه پاسخ کامله. راست میگی دیگه، جواب بچه نازی آباده دیگه. عشقم کشید یه پاسخ کامله. عشق خود من این هست، یعنی گفتگو شنیدن. چرا دروغ بگم؟ یعنی خودم دوست دارم، دوست دارم. ببین وقتی من فیلم تنگسیرم میبینم خوشم میاد، خوشم میاد، یعنی خیلی میخوره به روحیات من. حالا حاشیه داره، کسی ممکنه اسم فیلم رو نیاره، ولی من که نگاه میکنم لذت میبرم. یه جا هم لازم باشه میگم. من بذار راجع به مسعود کیمیایی همینجا، نمیخواستم اینو الان بگم ولی به ذهنم اومد. بفهم. مسعود از اوناست که با من صبحونه خورد. خیلی با هم رفیقیم. چون مثل همین، اگر 10 سینمای دینی ساخته شده باشه، یکیش رو مسعود کیمیایی ساخته. بله. یعنی فیلم سفر سنگ از جمله فیلم‌هایی بود که ممنوع بود. من نشون دادم، وقتی نشون دادم همه تعجب کردن که آخه یه فیلم و اینقدر المان انقلاب، قبل انقلاب هم ساخت، دمای انقلاب بود، انقلاب، دین، ارزش‌ها، نمادها، آیین‌های دینی، قصه، کشش. واقعا فیلم سفر سنگ یکی از بهترین فیلمایی که ساخته شده کار مسعود هم هست. یه بار که با من صبحونه میخورد سر یه موضوعی بود با هم درد دل کردیم، بعد به من گفتش که فلانی آدمی که میتونه گریه کنه یعنی هنوز خیلی چیزا رو داره. اگر میتونی گریه کنی خیالت راحت باشه. من بهش گفتم آقای کیمیایی، آدمی که میتونه واسه امام حسین گریه کنه همه چی داره. خیلی خوشش اومد. اون وقت شما امام حسین چرا اینجوره؟ خیمش برا همه جا داره. اصلا اینه، اصلا امام حسین اینه که امام حسینه. آقای بهرام بیضایی هم راجع به امام حسین حرف میزنه. من کمتر صحبتی به استواری بهرام بیضایی راجع به امام حسین دیدم تو همین روز واقعه. اون سکانسای آخرش وقتی میگه تو چی دیدی؟ حقیقت رو پاره پاره روی زمین دیدم، حقیقت رو بر سر نیزه ها دیدم، تمام حجت مسلمانی من حسین ابن علی است. هر دفعه من به عمق این حرف فکر میکنم میبینم چقدر زیبا گفته. خب آقای بیضاییه، بنده با آقای بیضایی زاویه دارم، او با من زاویه داره. اصلا کی گفته روز قیامت؟ من کاری به ایشون، به هیچ کس دیگه من کاری ندارم. آدمان و عملشون بالاتر، آدمان با صفاتشون. این جمله مربوط به عرض مزدوش که از آقایون بزرگ از علمایی که اخیرا مرحوم شد من توی صحبتاش دیدم، آقای فاطمی نیا رحمت الله علیه گفت آدم ها رو حتی اون دنیا به اعمالشون نگاه نمی کنن، با صفاتشون می سنجن. آقا تو چقدر صفت داری، حالا عملت کم بوده.
نیت که اصلا هیچی، صفاته. این امام حسینه، این در واقع بگو شما آقای مسعود کیمیاییه، اون آقای نمیدونم بیزاییه، اون آقای شاه. حالا من بچه ازبولایی ها و بچه هایی که تو این قشن که به طریقه اولا همه بچه های باحال، باصفا، امام حسینی، هنرمنداشون، غیره، همشون. خب من با اینا مشهورم، همین الان با اینکه کارم مستقیم ارتباط نداره ولی مشهورم با کمال افتخار. اون صوبونه ها رو میگی اگه فایده داشت یا نه؟ اولا برای خود من فایده داشت که قرائت خود اون آدمایی که من نسبت به اونا یه پیش ذهنیتی دارم ببینم خود اونا چه قرائتی میکنن. یعنی من 88 رو مدیریت کردم، حالا میخوام بگم که آقای بفرمایید که اتریانفر، آقای ابتهی، شما که اون موقع دستگیر شدید، زندان بودین و داستانهای مفصل، شما هم برای من قرائت کنید چی شد. حتما قرائت اتریانفر و قرائت ابتهی برای من خوبه. من به عنوان یه مسئول بالای کشور تو این حوزه ها باید قرائت اونم بفهمم. مخلص بچه های اطلاعات و دستگاه قضایی و سیاسی کشور هستیم، اما قرائت اونم برای من زرقامی که رسانه ایم و جامعه شناسی رو در عمل دستم اومده چیه، برای من خیلی مهمه ببینم این چی میگه. بعضیاش هم خدمت حضرت آقا منتقل میکردیم، آقا دستور میدادن. تلخ آقای مهندس، ولی من میدونم و میبینم و متاسفانه یه عده هستن که آقا رو در منافع خودشون میخوان. یعنی من اینو قبول دارم میکنن. من اینو قبول دارم. جوری تحلیل میکنن که منافع خودشون تأمین بشه. به همین دلیل من بارها گفتم از آقا اجازه ها من متنفرم. این عبارت منه. کلام خوبی. اون وقت اون آدمایی که اینا رو میگن آقای پویانفر، نمیگم همشون، بخش قابل توجهی از اونا هم که دائم میگن آقا اجازه، اتفاقا به آقای اجازه در عمل پایبند نیستن. اونقدر سوال میکنن به شرفتون که محکمات آقا میره کنار، متشابهات رو میگیرن، اینقدرم بلدن تو جلسات این متشابهات رو رنگ و لعاب بدن که آدم خیال میکنه همین الان آقا تلفنی به این آقا گفته همین است و جز این نیست. من یه تجربه ای دارم. من وقتی از منوچهر آتشی تجلیل کردم در چهره‌های ماندگار، منوچهر آتشی عضو کانون نویسندگان بود که کلن اوریجینال همه ضد انقلاب هم. این عضو اونجا بود. من تو جشنواره چهره‌های ماندگار ازش تجلیل کردم، 24 ساعت بعدم فوت کرد. 24 ساعت بعد فوت کرد. حملات سنگین به من شد که چرا از منوچهر آتشی تجلیل کردی. البته من میدونستم روحیات منوچهر آتشی چیه و به کجا رسید. ببینید این آقای عطا مهاجرانی نقلی داشت، نمیدونم کجا دیده بودم، میگفت این کانون نویسنده وقتی من وزیر بودم اومدن گفتن به ما مجوز بده این کانون ما چیز بشه، رسمی بشه. میگم من بهشون گفتم باشه مجوز میدم، برید یه اساسنامه بنویسید بیارید. وزیر ارشاد بودی شما، مجوز بدم. گفت رفتن، مدت ها طول کشید، مثلا 2 سال کشید. بعد گفتی بخواد چرا نیاوردید؟ گفتم ما همون اول که خواستیم بالا اساسنامه بنویسیم به نام خدا بینمون اختلاف شد که بنویسیم به نام خدا یا نه. 2 سال کشید، آخر اساسنامه هم گذشتن. یه چنین جماعتی منوچهر آتشی تو اینا بود. اما وقتی آقای پویانفر اومد بالای سن، خیلی مریض بود، یه کاغذ قبلش من داد، گواهی زرقایی، من حالم خیلی بده، دارم میرم جراحی بیمارستان سینا، امشب پیوند کلیه دارم، ممکنه نتونم بیام، من این کاغذ رو به شما میدم که اگر نیومدم پای این نذارید بی احترامی کردم. آقا اینا مگه کمه؟ اون کاغذ رو من میدم شما تو صفتون بذارید. ببینید حرفی که اون برای جمهوری اسلامی زده، خیلی از مدعیان دیگه حاضرن اینجور برای جمهوری اسلامی حرف بزنن. من یه بار برای خدمت آقا اینو توضیح دادم، آقا راضی بود از اینکه من این کارو کردم. حالا 100 نفر دیگه راضی نباشن. رهبری که من نمیگم هرچی من میگم صحبتهای آقاست، اصلا آقا به من اشکالم گرفتن،
ما نشستیم با حضرت آقا بحث کردیم راجع به بعضی موضوعات زمانی که من مسئول بودم، چون من نیرو فکری بودم، خدمت آقا توضیح میدادم. بعضی موقع آقا عرایض من قبول میکردن، میگفتن درسته. یه بارن بر فرمایشاتشون به دانشجوها همینو خود آقا فرمودن. بعضی موقع هم میفرمودن که نه این درست نیست، من مطلب شما رو همه رو خوندم قبول ندارم. آقا رو چشممون میرفتیم اونجور که آقا فرموده. اصلا روشنه. بعضی ها فقط پیچیده میکنن، میرن میگن یه جایی فلان، ما اینجا شنیدیم آقا یه جمله گفتم. بله آقا 10 جمله. نه من اونایی که اتفاقا شمشیرزن یک آقا هستن، الان آقا خیلی وقتا بهشون انتقاد میکنم، یه موضعتون تند بود، این مطلبتون تند بود. من میگم چرا آقای پویانفر هیچ آدم شجاعی نیست پا بذاره وسط؟ بعضی موقع من میگم بابا جای مطهری خالیه، مطهری ریشه یابی میکرد، مطهری مسئله یابی میکرد. به خدا نداریم، حاج قاسم خودمون اصلا نداریم بابا، همه دنبال زندگیشونن. بعضی موقع من میگم بعضی بزرگان ما گروگان سمپاتاشونن. چجوری بگم؟ گروگان سمپاتاشونن. میگن ما این موقعیتی که داریم و تعویض میگیرن و دهه ها و فلان و تریبونای رسمی و اینا. بابا من تو نماز جمعه یه جمله گفتم که آقا نظام معادل آدما نیست. میدونی که من تو نماز جمعه سالی 2 بار سخنرانی داشتم حداقل. 13 آبان صحبت داشتم، برای شهید مطهری صحبت داشتم، نوارم هم همه هست. امام که گفت حفظ نظام از اوجب واجباته، آقای پویانفر آقای تو این جهت سخنرانی جدیدشون عوض کردن اینو دیگه. که چی؟ گفتن ایمان مردم اوجب واجباته. بله اوجب واجبات اون، یعنی نظامیه. یعنی اون حرفی که 40 سال پیش اون نظامیه با یه مشخصاتی که خود حضرت آقا بارها گفتن جمهوری اسلامی یه ویژگی‌هایی گرفته بشه میشه کاریکاتوری. درست شد؟ نظام معادل آدما نیست. الحمدلله منبرهای دیگه خدا رو شکر میکنم که عمر منو اونقدر طولانی کرد، فضای مجازی آمد، نه برای من، برای تمام اهل فکر که وقتی که میخوان حرف بزنن هی نگاه نکنن ببینن که جمهوری اسلامی کجا بهشون اینقدر تریبون میده. حاج قاسم، حاج قاسم یه جمله بگیم راجع به حاج قاسم. بله بله. من افتخارم همنشینی با حاجی بود، به خصوص زمانی که مسئولیت داشتم. قبلش هم چرا، بعدش هم چرا. ایشون یه شورایی داشتن، مشورت سیاسی اجتماعی به ایشون میدادن، منم بودم، 5-6 نفر بودیم، هم دیگر رو میدیدیم. خب حاجی همونی بود که بعداً زیاد گفته شد که میگم همه با هم باشیم. اون دختره انگار این روزا رو میدید دیگه، انگار اختشاشات رو میدید که اینا دخترای ما، اینا بچه های خود ما، سوا نکنید. اون بد حجاب هم بچه خود ماست، اون تربیت شده خود ماست. دوتا نگاهی، یکی میگه بزن اونو نابود کن، یکی میگه من از شما متنفرم، یکی میگه آقا این بچه خودمونه، پس بچه کیه؟ این مال خود ماست. حاجی موضعش این بود، اونایی بود که اعلام کرد. تو مواضع دیگه هم ما با هم گپ می‌زدیم، همونی بود که اعلام شد. بسیار مشورت پذیر بود. تو جمعایی که دلی بود، جمعایی که دلی نبود نه. یعنی مثلا ما تو شورای امنیت بحث می‌کردیم، احساس می‌کردیم یه کسایی دنبال یه چیزای دیگه‌ن، دعوا می‌کرد. محکم یعنی یه جوری به متارکه می‌کشید. شوخی نمی‌کرد. بحثاش جدی بود، من چند موردش رو شاهد بودم. اما وقتی دلی میشد که حرف بزنی، خیلی پذیرشش خوب بود. این خیلی خوب بود. من جلسه آخری که با ایشون بودم دیر اومدم، یعنی بچه‌ها 6-7 نفر دور میز بودیم، نهار میخوردیم تو دفتر ایشون بالا 2 صندلی بود. یعنی آخرین دیدار بوده؟ آخرین دیدارم. نهار رو گذاشته بودن رو میز، نهار یه جوجه کباب ساده بود. 6-7 نفر هم نشسته بودن. وارد شدم، عذرخواهی کردم، می‌خواستم جلو در بشینم. اصرار کرد دید من نمیام. پاشد از سر جاش، اومد دم در، رو بوسی کرد، بغل کرد.
به زور دست منو کشید برد بالا. حالا من دیر اومده بودم، باید بشینم یه گوشه، تقریبا نهارشون هم خورده بودن. برد بالا کنار خودش نشون، اصرار کرد هی جلو من دوباره همه چی رو چید. من شروع کردم نهار خوردن، اونم کنار من بود، همینطور که نهارم میخوردم حرف میزدم. ولی باور کن آقای پویافر، دنیا اینجوریه ها، دنیا اینجوریه، هر چی فکر میکنم که ای کاش من این قاشق چنگا رو میذاشتم سیر نگاش میکردم، سیر نگاش میکردم، اگه میدونستم آخرین ملاقات منه باشه. آقای پویانفر قدر همو باید بدونی، اینقدر تخریب، اینقدر دشمن. بابا ما هممون زیر یه خیمه ایم، امام اومد آبرو به ما داد، هممونو کرد زیر یه خیمه. چرا یه عده فقط؟ بابا اونایی که این تفکر رو دارن حاجی هم قبول ندارن. شما وقتی میگی مکتب حاج قاسم، اصلا چیزی رو مکتب حاج قاسم قبول ندارن. من با بعضی از اینا حرف زدم، میگه حاج قاسم یه فرمانده جنگ فنا. شما تو بحثای فکری آدمایی که نام دارن، تو بحثای فکری حاج قاسم برای ما ملاک نیست. حتما غلطه، حتما اینطور احساسی هم نیستیم. حاج قاسم یه آدم جامع نگری بود که اون مقام رو خدا بهش داد، اون تشییع پیکر پاکش و اون اتفاقات جهانی نشون میده این آدم معمولی نیست. حضرت آقا هم بالاترین جملات رو گفت. خب حالا ما میگیم این حاجی تو رفتارش داره میگه اینجوری عمل کنید، بعد میگید ما تو مسائل فکری با حاج قاسم کاری نداریم، اون یه فرمانده نظامی بود. من فکر میکنم یکی از کارهایی که به عهده همه متفکرین ماست اینه که مکتب حاج قاسم رو با شجاعت نترسن، مکتب حاج قاسم رو تبیین کنن، خاطرات رو جمع کنن، بدن چهار تا آدم بی طرف اینا رو جمع‌بندی کنن، آنالیز کنن، بگن مکتب حاج قاسم ما رو نجات میده. یعنی نمونه عملیه. حضرت امام، فرمایشات رهبر معظم، بزرگان ما، شما نمونه عملی ببینید. حاجی تو مدیریت، من حالا اینجا فرصت نیست بگم، تو مدیریت وقتی به این نتیجه میرسید محکم عمل میکرد، جمع میشد. امروز یکی از مشکلات ما تو کشور که من مرتب تو حرفا میزنم اینه که نظام اداری پوسیده ما نمیذاره کار انجام بگیره. به لحاظ مدیریتی میگم، شما یه قدم میخوای برید، نظام اداری، دستگاه های نظارتی، دستگاه های دیگهی که موضوع رو نمیدونن، فقط آمادن برای شما پرونده بسازن، متوقف میشه. خیلی کارهای خوب الان متوقفه. وقتی به طرف میگیم چرا نمی کنی، میگی آقا من این کار رو بکنم که همین فردا منو میگیرن میبرن. من دارم یه حرف مدیریتی میزنم. موفق بود تو کارش. بابا همین رو بگیریم بکنیم مکتب حاج قاسم تو مدیریت. ما 10 آدم تو کشور نداریم که بهشون اعتماد داشته باشیم که اینا دوز نیستن، پول تو جیب خودشون نمیذارن، یه دلار ور نمیدارن، همه چیه زندگیشون معلومه. مدیرای باسابقن بهشون اعتماد کنیم، بگیم برو اون کارو را بنداز. هنو نتونستیم این کارو بکنیم. حاج قاسم آستینشو بالا میزد و یه موضوعی رو حل میکرد و امروز داریم نتیجهشو میبینیم. حاج آقا می نویسید اشتباهات من، الان برگردید عقب، کدوم اشتباه رو انجام نمیدید؟ من تو اون هشتگ هر وقت وقت کنم، ببین بعضیا، یکی از نماینده‌های مجلس این اشتباه رو کرده، هی میره پشت تریبون میگه آقای زرقامی شما به جای اینکه وقت بذاری بشینی توییت بنویسی، برو مثلا به گردشگری برید. خیال میکنه من صبح تا شب میشست. من صبح تا شب دارم کارمو میکنم، یعنی همه میدونن که از پرکار یکی از کارهای شما اینه که اصلا با جامعه هم صحبت آره کنید دیگه. اون که هیچی. حالا به اون میگم، من وقتی سفر استانی میرم یهو سهانم 4 صبح پا میشم میرم تا 12 شب، خود نماینده ها پا میافتن وقتی باشون میرم تو استان ها، میبینن روحیم اینه، لذت میبرم، اصلا خسته نمیشم، لذت میبرم. پس کارمو دارم انجام میدم. اما اگر میام یه جمله اینو لازمه تو برنامه بگم واسه بچه‌هایی که میبینن، اگر یه جایی هم تو مسیر دارم میرم یه توییت به ذهنم میاد، 5 ساعت داریم میریم. من پیروز رفتم
جنوب یزد، هیچ وزیری تا حالا وزیر میراث نرفته جنوب یزد. شما از یزد که راه میفتی میری خاتم و میری مروسته و مجموعه، 500 کیلومتر رفت و برگشتته، تمام بدنت ویبره میشه تو ماشین. فرصت میکنم هم کارام را میندازم هم یه چیزی به ذهنم میاد مینویسم. اول وی پی انتون رو روشن میکنید و بعد وی پی ان داری؟ من دسترسی دارم. وی پی ان خوب داری معرفی کنی چیزی که داری معرفی کن؟ واقعا شما هم گوشیتون فیلتره نمیتونم باور کنم. و حالا اگه وی پی ان خوب داری بعد جلسه من معرفی کن. دسترسی دارم، یادداشت مینویسم تو اپلیکیشن های داخلی هم همه هستم. آقای دکتر زارپور هم همیشه تو صحبت‌ها تشکر میکنه، اونجا هم دنبال کننده ها خوبن. ارتباط تو داخلی ها دارم، خارجی ها هم فعلا دارم، باید حرف بزنم. تو همونا مخاطب من تو اوناست. اگر آقای مطهری محلل رو میخواد توضیح بده میره تو زن روز، اگر مطهری امروز رو تکفیرش کرده بودن، یک آقای مطهری میره تو کثیف‌ترین مجله وقت مقاله مینویسه. وقتی میگن چرا، میگه بابا مخاطب محلل که زیر منبر من نیست تو مجلس، توی مسجد، این تو اونه. اگر منم چهار تا هم بعضی موقع یه چیزایی از انقلاب میگم، آقای بویانفر اونقدر فوش میخورم. مثلا 12 فروردین زدم جمهوری اسلامی مبارک، ما اومدیم که بمانیم، بدونن ما نمیریم. 1800 تا کامنت تمام پدر و مادر منو یاد کردن، اینقدر لذت داشت. اینقدر لذت داشت که من روی یه عده رو کم کردم که فکر میکنن جمهوری اسلامی میره. کجا میره جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی اومده که بمونه. حالا میخوای ناراحت باش ناراحت. بابا نشستن توی این اختشاشات فکر کردن جمهوری اسلامی رفته، هورا کشیدن، 8 نفر دور هم نشستن افتتاح کردن. اون از اون دیدید که شورای اپوزیسیون 3 ماه بعد چینون هم دیگر زدن. خود طرفداراشون گفتن خب بابا اگر اینید، خب حالا همین که داره کشور اداره میشه چه برسه به موافقین. آقا ما با جمهوری اسلامی هستیم، ما اومدیم بمونیم، ما اومدیم ما پای نظامی بمونید، نوکری مردم رو بکنیم. حالا که من یه جمله مینویسم داشتم اینو میگفتم، طرف خیال میکنه من بیکارم. اشتباهاتم میدونی چیه؟ اشتباهاتم اینه، اگر من اون موقع به جای وقتی که برای بعضیا که یه روز ممکنه اسمشون رو بگم بذارم و من احترام کنم بهشون در حالی که لازم نبود، اگر عقل امروز رو داشتم به اون تلفن‌ها جواب نمیدادم، اون وقت رو میذاشتم رو محیط زیست، اون وقت رو میذاشتم رو گردشگری، اون وقت رو میذاشتم رو نیازهای آموزشی مردم. وقتم رو میگم، اولا سیستم که داره کارش رو میکنه، اما خود من اگر وقت بذارم و متمرکز بشم خب خیلی فرق میکنه. وقتم رو اونا گرفت. شما کسی رو ممنوع تصویر کردید تو دوره خودتون؟ کنار گذاشتید؟ اگه منظورت آقای شجریانه، چون من دیدم دوستان یه سوالی کردن بود آقای شجریان. آره یه نفر یه توییت براتون نوشته بود، من دیدم سر قبل نشسته بودید که چرا سر قبل نشستی؟ آره. کم سن و سالم آره. بود نوشته. آره من داشتم میرفتم سر قبر فردوسی. بعضی موقع کسی میگه آقا راجب اردشیر بابکان یه جمله بگو، من به شوخی میگم که خدا رحمتش کنه آدم خوبی بود. میگن آدم خوبی بود، نمیدونی مردم خیلی حرفا میزنن. من با این شوخی میگم، بعد میگم اردشیر بابکان کیه. ما رفتیم سر مزار فردوسی. سر مزار فردوسی میری، مزار مرحوم آقای شجریان درست تو مسیرته. بله من نشستم تنها هم بودم، نذاشتن کسی همراهم بیاد و فاتحه خوندم. فاتحه خوندن سر قبر امواتم که اجازه نمیخواد. بعضی های جوری گفتن انگار ما سر قبر کسی میریم فاتحه میخونیم باید بریم اجازه بگیریم. از اون حرفای عجیب غریبه. ولی مرحوم آقای شجریان یک بار به من نامه نوشت، خیلی محترمانه از من خواست که آثارشو پخش نکنم از صدا و سیما. منم زیر نامه ایشون نوشتم که عین درخواست جناب آقای شجریان انجام بشه. یعنی یه درخواست کرد، منم روش دستور دادم. نگفتید الان احساسی ها؟ نگفتید الان احساساتیه، یه جوری نازشو بخرید. خب اگر ببینید، اگر که بعدها، چون بعد راجب ربنای ایشون مثلا یه توقعاتی بعضیا نه همه
مطرح کردن، اگر ایشون به من میگفت یا یادداشت میزد که مثلا فلانی من یه چیزی گفتم ولی در مورد ربنای من اینطور نیست، چون من وظیفه داشتم درخواستش رو که دستور داده بودم عمل کنم، بالاخره دستور رو من دادم، اون موقع قابل بررسی بود. درسته، قابل بررسی بود. من اینو شما بگم، خدا رحمت کنه ایشون رو، به خاطر خیلی چیزا از جمله در واقع کار بسیار خوبش روی اون سرود بشنویده گروه جانبازان، یکی از بهترین کارهای شجریان بشنویده گروه جانبازان، من تحت مدیریت خودم روش تصویرگذاری کردم، خیلی چیز خوبی شد. البته من مرغ سحرم دوست دارم، ولی بشنویده گروه جانبازان یه چیزی شد برای شجریان، من فکر میکنم با همه وجودش هم خوند. خب توی حوادث 88 رفت خارج و اون تصویرا با بی بی سی و شبکه بی بی سی و که خیلی بد بود، خیلی تکوندنشون و خیلی حرفا ازش گرفتن و شیطنت کردن در مورد ایشون پخش کردن. توی اون اتفاقاتی که تو مقطع افتاد، اتفاقا بچه های ما تو خبر 23 یک تیکه‌ای چون روشنگری میکردن راجع به اتفاقات، راجع به ایشون ساختن. این قبل از اینکه پخش بشه، من شاید اولین باره میگم، او گفته بودم بیارید من ببینم، وقتی آوردم من دیدم گفتم به هیچ وجه متعرض آقای شجریان نشید. حالا ایشون هنرمندی، خدماتو کرده، رفته اونجا، این اتفاق افتاده، صبر کنید، اصلا صبر کنید. و اجازه پخش اونو هرگز ندادم، یعنی رعایت شد کامل، اونم به خاطر اون خدماتی که ایشون به خصوص بعد از انقلاب خدماتی که کردن. طبیعی است وقتی از دنیا میره شما اثر مزارت میشی، فاطمه میره، خدا انشالله هممونو از سال قبل کاری کنه که بیان سر قبر ما. آقای من میترسم فردا ما رو گذاشتن تو خاک، انشالله عمرتون به طرف بگن آقا بی برو فاطمه، خب میگه من سر قبر زرقامی فاطمه نمیرم، از این بترسیم. خیلی از هنرمندا از سال قبل تا الان هم این اتفاقات براشون افتاد، جو گرفت، موزه گرفتن، برای تصاویر بعدی میدیم، حجمهای رسانه‌ای، بعد الان باشون چجوری برخورد کنیم؟ خیلیاشون کنار گذاشت. اینا همه مال مان، تمام چهره های هنری کشور متعلق به مان، سرمایه مان. هر رسانه‌ای هر چقدر نیرو جدید تربیت کنه تبدیل میشه به یه چهره، تبدیل میشه به یه سلبریتی، تبدیل میشه به یه سرمایه. اتفاقا باید مراقب باشیم که 10 سال آینده همین کسایی که امروز پرورش میدیم همونا باشن. من یه تعبیری دارم، میگم ریزش رویش ها. این تعبیر مال منه. حضرت آقا میفرمایند که اگه ما ریزش داریم ولی مقابلش رویش داریم. من یه اعتقاد دیگه هم دارم، ضمن اینکه این مطلب خب کاملا درسته، مراقب رویش ها باید بشیم که رویش ها هم مرتب دوچار ریزش نشه. چهره ها، سلبریتی ها، سرمایه نظام هم متعلق به نظام هم. اتفاقاتی افتاد، بعضیشون هم اشتباه، من وقتی میبینمشون بهشون میگم خیلی اشتباه کردید، این چه طرز حرف زدنه؟ خب شما وقتی میخواید یه انتقاد کنید یه چارچوبی داره، چون قبول دارن منو، بعضی موقع من به ایشون میگم، ولی باید اینا رو نگه داره. اینا متعلق به همین کشورم، امیدوارم یه روز همه اینا باشن و پشوانه هنر هنرمان. انشاءالله زمان میخواد، زمان. ما باید روی این چیزها تفاهم ملی پیدا کنیم. از امروز برگردیم به 1400 سال قبل. 5 دقیقه مونده به جنگ. یه طرف لشکر عمر سعد، یه طرف لشکر امام حسین. یه بلندی هست، شما فرصت دارید چند دقیقه با لشکر دشمن صحبت کنید. چی میگید؟ اولا نمیدونم اگر من اونجا بودم، اعتقادی که الان دارم به امام حسین، بگم من اونجا محکم از حسین دفاع میکردم علیه یزید. نمیدونیم آقای پویانفهم، نمیدونیم. من بعد از قضای فتنه
به بعضی از آقایون گفتم آقا بیایید حرف بزنید، آقایون موجه میگفتن که آقای زرمان بذارید چند روز بگذره ببینیم چی میشه. بهشون میگفتن چی میشه؟ خب اگه اوضاع خوب بشه که دیگه به درد نمیخوره. اگر سلیمان سرد خزائی بعدن هم اومد با 4000 نفر اونجوری هم به شهادت رسیدن، بعدش دیگه خوبه شهیدن، ولی دیگه شهدای 72 تن نیستن. نمیدونیم چی میشه. انشالله اگر فرض رو بر این بذاریم که اگر اون موقع بودیم همین جور بودیم. تو اینو گفتی، من یاد هور افتادم. هور واستاد جلوش دیگه، واستاد جلوی حق، اما یه فرصت پیدا کرد برگشت. من همینجا دوباره از اون حرفای خودمون بزنم، آقا هور فرصت بهش داده شد برگشت. امروز ما فرصت میدیم اگر کسی گیر کرد بگیم آقا ما یه فرصت میدیم دوباره ببین چیه برگرد. اصلا ما استاد فرصت سوزی هستیم. چرا حرفاتون آدمو امیدوار میکنه؟ آقا فرصت بده دیگه. آقا دیگه بالاتر از اینکه آب به روی بچهای ما موسم بس چیکار باید میکرد؟ مثلا صحنه جنگ رو رقم زد بود. درست شد. فرصت بهش داده شد. ولی امام آغوش باز کرد. فرصت بهش داده شد. ما فرصت نمیدیم. با دخترامون باید چیکار کنیم؟ فرصت نمیدیم. من مهمترین حرف اونو که میگه بالا چی بگه من نمیدونم. شاید بهشون میگفتیم که آقا یه خورده فکر کنید، یه خورده فکر کنید 1500 سال دیگه میاد این جماعت 40 میلیونی از همه دنیا میان که گردشگرها توش موندن چون به کار منم مربوطه، همه شما میرید، همه تون نابود میشید، اینا میمونن، اینا موندنی هن. اگر میتونستیم با اون جماعتی که دهل میزدن که صدای ابو عبدالله رو نشنون جز این حرفی نداشتیم. اما این برای خود ما درسه، برای خود ما درسه که امروز که نگاه میکنیم، امروز که نگاه میکنیم میتونیم خودمون رو تو جبهه حق نگه داریم. تو جبهه حق موندن سخته، یعنی همه چی رو بفهمی، لسان قوم رو داشته باشی، با جوونا حرف بزنی، دامن تو جدا نکنی بگی آقا تنزه طلبی و تقدس مآبی، بری تو میدون فوشم بخوری ولی برای جمهوری اسلامی کار کنی، برای نظام کار کنی، برای امام کار کنی. این سخته. انشالله خدا به ما پاداشمون و آخر عاقبت خوب تو این را قرار اهل تحقیق و مطالعه اید. کدوم صحنه کربلا تلخه براتون؟ اگه به مهندس زرقامی اجازه بدن یکی از پرده های کربلا رو پاک کند تاریخ. نمیشه. تنهایی امام تو اون لحظات آخر از همه سخت‌تر. یعنی اون حلم ناصری که امام میگه و دیگه هیچ کس نمونده دور و برش، اون شعری که آقای کوثری در محضر امام میخونه، وای از آن ساعتی، این خیلی به من چسبید. یعنی اون آهی که میگه اون همه چیه. آه از آن ساعتی که باطن چاک چاک فتادی از سطح نهادی تشنه لب صورت خود را به خاک. اون تنهایی امام و اون لحظه ای که میگه اقلن دین داشته باشید وقتی به سمت خیمه ها میاد، معلوم نیست اگر پرده بری کنار بخواییم ببینیم زنده بمونیم، اصلا قابل تحمل نیست. ولی اتفاق افتاده. خدا انشاءالله ما رو دوست دارید. توی خیمه امام حسین از کسی یاد کنید؟ من یه همکاری داشتم که 30 سال رانندگی من قلب‌های مردم به هم نزدیک‌تر بشه و
به روزای خوب برسیم. انشاءالله. ممنون از اینکه دعوتمون رو قبول کردید. خیلی لطف کردید. زنده باشید. خیلی برای من توفیقی بود. شما حالا همه مجری ها محترم هم. ولی شما یه مجری معمولی نیستید. شما شخصیت بسیار موجهید که من هی دوست داشتم شما هم فرمایش کنیم از شما استفاده کنم. لذا برای من موضوعیت داشت. از شما ممنون که ما رو پذیرفتین و خدمت شما. بچه ها هم همینطور پشت صحنه هم از همه دوستان و رفقا همه زحمت کشیدید. از همه تشکر. شبتون بهشتی زیر سایه امام حسین یا علی. التماس دعا. خیلی ممنون. یادگاری هستم. به به. به جز گریه بر غمای اربابم چیزی ندارم. حضرت زهرا انتخابم کرد، هر روزم باشد ماه محرم. حضرت زهرا انتخابم کرد، هر روزم باشد ماه محرم. زینبا عبدالله سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب. همه گریانن جز نوکران تو، در روز محشر ز تو میخواهم ای شاه بی سر، گردم محشور با ساقی لشگر.